يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. پیامبر از جانب خداوند امر میشه یا رسول الله شأن تو خیلی بالاست، تو بزرگی، کریمی، گرانقدری، بزرگواری، خدای بزرگ توری پیامبر را امر کرده. به چی امر شدی یا رسول الله؟ به چی امر شدی یا رسول الله؟ بروی پیام خدا را برای بندگان خدا کنها در مقابل خدا گناه و معصیت میکنن برسن. رسول الله امر شده؟ بله. که چه کار کنه؟ که برای انسانهایی که از خدا فاصله گرفتن اونها را به پیام خدا وصل کنه و پیام پروردگار عالم را برای آنها برساند. این پیام خدا چیست؟ برای کیست؟ برای انسانهای گناهکار. خدا پیام داده، اونم در قرآن، مبلغ این پیام محمد رسول الله باید باشه، برسان این پیام. این پیام چیه؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. ای بندگان من، خدا میگه خودش، ای بندگان من، خدای بندگان تو اولیای صلحای شهدای انبیای کیایند که نسبتی بندگان رو به سوی خود دادی. خدا به گناهکار احترام بگذار. الله به یک مجرم، به یک ناسپاس احترام میکنه. شان خدا، آیا مجرم خجالت نمیکشد که خدا با اون همه عظمت و بزرگواری احترام یک مجرم را کرده؟ من نمیگویم، کلام خدای تبارک و تعالی هست. رسول الله خطاب خدا را برای بندگان من برسان، برایشان بگو که خدا به انتظار شما است. لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا ناامید نشوید، دروازه خدا باز هست به استقبال گناهکارا و مجرمین. ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. خدا می بخشه. خدا، خودت پیش ما گناهکارا میایی. چقدر ما انسان های ناسپاس. ان الانسان لربه لکنوت. انسان در مقابل خدا خیلی ناسپاس. واضح تر بگم، انسان خیلی نامرده، پاس و نعمتهای پروردگار عالم را ندارد، شکرگزار نعم ذات الله سبحانه و تعالی نیست. اما او خدا دنبال بندگان میگردد. خدا، دریای بحثی از صلحا و شهدا و انبیا و عابدین و زاهدین نیست، بس از گناهکارا و معصیتکارا هست، بسی از انسانهایی که خدای خود را فراموش کردن، در وادی دلالت و گمراهی قرار دارند و قدم گذاشتن. خدا به اونها خطاب میکند. خدا به این مجرم چی نیاز داره؟ خدا به این کسی که شراب مینوشه چی نیاز داره؟ خدا به این کسی که زنا میکنه چی نیاز داره؟ خدا به این کسی که قتل میکنه، سود میخوره و انواع و اقسام گناه ها را مرتکب میشود خدا چی نیاز داره؟ اما خدا به سوی تو پیام میفرستد، چون خدا بندگان خود را خیلی دوست دارد. ان الله شاکر علیم. الله اکبر. من میخواهم در رابطه به خشم خدا و غضب خدا صحبت بکنم، ولی هرچی آیات قرآن را نگاه میکنم این چیزها به ذهن و فکر من میآید، چون رحمتی وسعت کل شی، رحمت خدا همه چیز را فرا گرفته. ان الله شاکر علیم. خدا از تو تشکری میکند. الله از تو تشکری میکند، خواهر، جوان، برادر، مسلمان.
خدا از ما تشکری می کند. من که عمرم در گناه و معصیت پا گذاشتم به یک توبه کردن، خدا از ما تشکری می کند. ان الله شاکر علیم. خدا خودش میگه یکی از صفات خدا شاکره. شاکر یعنی سپاسگزار، تشکری کننده. خدا از تو می تشکری می کند. به خاطر چی الله سبحانه و تعالی از ما تشکری می کند؟ به خاطری که خودت خود را از جهنم خدا نجات دادی. خدا میگه مجرم تشکر است تو که خودت را از جهنم نجات دادی. خدا از ما تشکری می کند. انسانی باشه قلبش از سنگ باشه باید بلرزد. خدا تو از ما، خدا از مجرم تشکری می کند وقتی که بازگردد به سوی پروردگار عالم. ان الله شاکر علیم. من میخواستم راجبه گناه و معصیت که منجر به خشم و غضب خدا می شود صحبت کنم، اما رحمت خدا آمد جلو چشمانم. رحمتی وسیعت کلی. قلم به دست نباشیم ما، یکی دوزخی کنیم یکی بهشتی کنیم، کار ما نیست. خدا مال همه هست. خدا خدای مجرم و مسلمان و متقی و پرهیزگاره. خدا خدای همه هست. بندگان جز خدا کسی را ندارن. حتی اندیشمندان و فقها میگویند آیا جواز داره که بگیم خدا دعای کافر را هم قبول میکند؟ آیا جواز داره که بگیم اگر کافرم مظلوم قرار بگیره، کافر که کافر، یک دفعه بگه خدای جهان، آیا خدا دعای کافر را هم قبول میکند مظلوم قرار گرفته؟ کتلی از اندیشمندان و فقهای اسلامی میگن بله، خدا اگر کافر که کافرم باشه مظلوم قرار بگیره، خدا رو بگه خدا در دنیا به سراغش میرسد. چی بگیم؟ حالا ما چنین خدای مهربانی داریم، آیا شرم نیست بر ما انسان ها که آنقدر ناسپاس باشیم دنبال گناه و معصیت، دنبال شهوترانی، دنبال زنا، دنبال فساد، دنبال معصیت، دنبال گناه و معصیت بگردیم؟ خدای خود را رها بکنیم. خدا دست دوستی برای ما داده، بگیم خدا من دست دوستی تو نمیخواهم. از کی میخواهی؟ از شیطانی که تو رو به جهنم وصل میکند؟ خدا چنین ذاتی رحمتی وسعت کل شیء.